سلام، به یه قسمت دیگه از بالی خوش اومدید. امروز میخوام بهتون دستوری یکی متفاوت رو نشون بدم. یکی که برای خودم تو همین چند روز قبل کاملا ناآشنا بود. نمیدونم اولین بار این کیک رو کی و کی درست کرده، ولی فکر میکنم توی همین روزای قرنطینه تقریبا ابداع شده. اسم خاصی هم نداره و من اسمشو گذاشتم کیک شیر و بیسکویت، چون که مواد اولیه اصلیش شیره و بیسکویت. بریم سراغ مواد اولیه و طرز تهیه که خیلی آسونه. مواد اولیه اصلی که شما برای درست کردن این کیک احتیاج دارید فقط هست شیر، بیسکویت کرمدار و بیکینگ پودر. اگر ایران هستی میتونید از بیسکویت های کرمدار گرجی استفاده بکنین. من این دستور رو با بیسکویت خالیش هم امتحان کردم بدون کرم. به نظرم این یه کمی طعم بهتری داره. یه مقدار این دستور همه چیش برمیگرده به توازن میزان مواد. بهتون توی طرز تهیه توضیحش رو بیشتر میدم براتون. اما من اینجا یه سری مواد دیگه هم دارم. یه پنس نمک، یه کمی پودر قهوه و وانیل. اینا رو اضافه میکنم بیشتر برای طعم دهی. اگر نداشتین میتونین همش رو حذف کنین. میزان مواد اولیه و دستور نوشته شده رو میتونین تو قسمت توضیحات زیر ویدیو بخونین. اگه میخواین قهوه رو اضافه بکنین این استپ رو باید انجام بدین. من یه کوچولو از میزان شیرم رو میریزم توی یه کاسه و میذارمش توی مایکروویو تا داغ بشه و برمیگردم. خب من حدودا 1 دقیقه گذاشتم توی مایکروویو بود و داغ شد. الان پودر قهوه رو بهش اضافه میکنم که پودر قهوه توش آب بشه و صبر میکنم تا اینکه این حل بشه. حالا بعد بیسکویت ها رو به هر روشی که دوست دارین پودر بکنین. من الان اینجا یه دونه غذاساز دارم. غذاساز من بزرگه. همه بیسکویت هم همزمان توش جا میشه. ولی شما اگه غذاسازتون کوچیک بود یا 1-2-3 داشتین مخلوط کن، هر چی میتونین در چند مرحله این کارو انجام بدین. من همه اینا رو میریزم این تو و پالس میذارم همینطور تا اینکه اینا پودر بشن. یه چیز جالبم بهتون نشون بدم. این بسته بیسکویت رو از سوپرمارکت که خریدم خونه شستم برای اینکه حالا ضد عفونی بشه. این لایه اول بیسکویت خیس شده. می‌بینین؟ این خوب پودر شد و حالا بیکینگ پودر و نمک رو اضافه می‌کنم. حالا هم این شیر قهوه رو در حقیقت قاطی شیر اصلی میکنم. دلیل اینکه من قهوه رو اضافه میکنم اینه که قهوه کلن برای شکلات خیلی خوب، از این نظر که طعم شکلات رو قوی تر میکنه توی هر کیک و شیرینی که شما درست بکنی. این از شیر قهوه. و خب این بیسکویت های شکلاتی که استفاده میشه اصولا خیلی طعم غلیظ شکلات ندارن، پس یه کاری بکنین طعم شکلات بیشتر بشه بهتره. یه کوچولو هم وانیل بهش میزنم. اینا همش برای اضافه کردن طعمه. مثلا نمک هم فقط برای این بود که طعم شکلات بهتر بشه. حالا اینو همش میزنم و آروم آروم اضافهش میکنم از این بالا در حالی که این داره هم میخوره توی مواد. اگر دستگاه غذاساز نداشتین اشکال نداره، همه رو بریزین توی کاسه، همه شیر رو بریزین و شروع بکنین به هم زدن. و وقتی هم که هم زدین و تموم شد، اگر گوشکوب برقی دارین یا ایمرژن بلندر دارین با اون گوشکوب برقی ها بزنین، یه 10-20 ثانیه‌ای بزنین تا اینکه یک دست بشه. اینجا من یه قالب 20 سانت دارم. از این قالب بزرگتر ترجیحاً استفاده نکنین چون کیکتون خیلی نازک میشه. اگه یه کمی کوچیک‌تر از اینم بود اشکال نداره، از قالب‌های مربعی هم میتونین استفاده بکنین. یه کمی چربش میکنم، من با اسپری چرب میکنم. شما میتونید یه کمی روغن بزنید و کاغذ روغنی حتماً بذارید کف قالبتون. یه نکته ای رو بهتون بگم، ببینید شما توی این دستور در حقیقت خیلیش دست خودتونه. به نظر من بهترین غلظت اینه که شما به همچین غلظتی برسید. الان شما اگر ببینین این با چه غلظتی میریزه، این غلظت به نظر من یه چیز حالت کیک مانندی به شما میده. اگر چون میدونین بیسکویت های مختلفی که استفاده کنین غلظت مختلفی به شما میده، مثلا با این میزان شیر، اگر دوست داشتین که خیلی کیکتون نرم باشه همطور که شوهر من اینطوری دوست داشت، من براش یه کمی شیر بیشتر میریزم. ولی اگر دوست دارید سفتر از نتیجه نهایی که من بتونشون میدم در بیاد، شیر کمتری بریزین، یعنی غلظتش از این سفتر بشه. خلاصه یه کمی میگم اتفاق خیلی بد وحشتناکی نمیافته با این دستور.
خیلیش دست خودتونه بالا پایین کردنش، با مزدگی و جالبیش هم همینه. کلن هم وقتی که فکر کنین، خب این بیسکویت هایی که اضافه میشه همه مواد اولیه‌ای که شما توی یه دستور کیک استفاده میکنین رو داره دیگه، آرد و شکر و پودر کاکائو و حالا یه مقداری مثلا بیکینگ پودر و این چیزا، و اونا در حقیقت اضافه شده اینجا. این از این کیکمون. اگر دوست داشتین یه کمی هم میتونین بهش شکلات خرد شده یا شکلات چیپسی اضافه بکنین که من امتحان کردم و خیلی خوب میشه، خیلی طعم خوبیه، شکلات آب شده خوبی وسطش در میاد موقع پخت، ولی حالا من ساده میپزم که ساده شو ببینیم. من قالبو میذارم توی فر که از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم شده، میپزمش و برمیگردم. من کیکم را از توی فر در آوردم. این کیک رو من برای حدود 17 دقیقه پختم. یه چیزی بین 15 تا 20 دقیقه طول میکشه، بسته به غلظتی که مایعتون داره و همچنین حالا دمای فر و نوع بیسکویت و اینا. با خلالندون تست کنید، وقتی که تمیز بیرون اومد یعنی پخته. بعد اینکه از فر در آوردم، گذاشتم یه 5 الی 10 دقیقه توی همین ظرفش روی توری خنک شد و حالا میخوام برش گردونم. اگر روی توری برگردونین راحت تره، ولی اگه یه توری دارین رو بشقاب هر چیزی که دارید برش گردونین. یعنی دیگه خیلی داغ نیست. بعض روغنیشو ازش برمیدارم که مطمئن بشم نمیچسبه، دوباره برمیگردونم. دیگه اختیاریه، من اصولا با کیکام این کارو میکنم چون میخوام بذارم همچنان خنک بشه و وقتی که کاغذ روغنی داره دیگه کیک به این شبکتون، به این توریتون نمیچسبه و اجازه میدم که کامل خنک بشه. الان که داغه میتونین ببینین چقدر کیک نرمیه. میبینین خیلی خیلی کیک نرمیه. حالا من میذارم کامل خنک بشه، بعد برمیگردیم برای تیست تست. خب من برگشتم، کیکم خنک شده و میخوام منتقلش کنم به ظرف و یه تزئینی هم روشو بکنیم. میبینین الان این ضخامتش چقدره؟ این با قالب 20 سانت حدودا یه بند انگشته. شما اگه قالب کوچیک‌تر استفاده کنید خب ضخامتش بیشتر میشه و زمان پختش هم متفاوت میشه. میتونید هم اینوری سروش کنید، هم این طرفی سروش کنید که صاف و سوفتره. من یه مقداری نوتلا روش میریزم، شما میتونید گناش بریزین، هر سس شکلاتی که دوست دارین یا هر کرم شکلات و فندق با هر برندی که دوست دارین میتونین روش بزنین، دیگه انتخاب خودتونه. در ضمن این کیک رو توی قابلمه هم میتونین بپزینا اگر که فر ندارین و روی گاز بلدین که کیک بپزین، از اوناست که اون کارم حتی میتونید باهاش بکنید. خلاصه این هم از این کیک. موقع تیست تستشه. من برای تیست تستش فقط سعی میکنم که در مورد خود کیک نظر بدم و نه با توجه به نوتلاش و نوتلا خب خیلی خوشمزش میکنه، خوشمزه ترش میکنه، ولی فقط در مورد کیکش نظر میده. خیلی خوشمزه و کم شیرینه. اگر دنبال یک کیک کم شیرینی هستین، به نظر من این خیلی خیلی گزینه خوبیه و با اضافه کردن میگم هر نوع چیزی روش میتونین شیرینی بهش اضافه کنید و طعمی هم که میده انگار که دارین رسماً شیر و بیسکویت میخورین که خیلی هم طعم دوست داشتنیه. فکر میکنم بچه هم خیلی دوست دارن. حالا دیگه انتخابش به خودتونه که وقتی یه بسته بیسکویت میخرین دوست دارین با شیر ترکیبش کنین و بذارین تو فر کیکش کنین یا دوست دارین بیسکویتاش خالی خالی بخورین. به امتحان کردنش میارزه. امیدوارم که این کیک رو درست کنین و حتما عکسش هم برای من به اینستاگرام بفرستید. و یه قسمت دیگه از با علی، خداحافظ.